به نام خدا، اقبال احمدی هستم، مدرس مجموعه فرادرس. تو این دوره میخوایم با هم آموزش انتقال جرم رو داشته باشیم، البته انتقال جرم پیشرفته که معمولا تو مقاطع تحصیلی تکمیلی، ارشد و دکترا تدریس میشه. البته مباحثی که مطرح میکنیم ادامه ای هست بر مباحث مقدماتی انتقال جرم که دورش در مجموعه فرادرس قابل خریداریه. یادتون باشه که از اونجایی که مباحث کاملا به هم پیوسته است، در خیلی از موارد ما روابط و مفاهیم رو از بیس شروع میکنیم تا برسیم به مباحث پیشرفته‌ای که طبق سیلابس وزارت علوم در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته مهندسی شیمی تدریس میشه. بنای تدریسمون هم کتاب معروفی هست که حتما میشناسید، کتاب پدیده های انتقال برد هست که بر اون اساس ما میریم جلو. البته ممکنه مباحث رو از کتاب های دیگه هم استفاده بکنیم، اما بنای اصلی دورمون رو چون میخوایم کاملا مبتنی بر رفرنس های اصلی وزارت علوم باشه روی این کتاب بذاریم. توی درس یکم که اولین بحثمون و مقدمه کار ما هست، لازمه که یه مقداری در مورد پدیده های انتقال با هم صحبت بکنیم. به عبارت دیگه ما توی درس اولمون که البته خیلی کوتاه هم هست، قرار این بحثا رو با هم داشته باشیم و یک دید کلی بگیریم که ما میخوایم در ادامه چه چیزایی یاد بگیریم. قطعا میدونید که اولین چیزی که باید یاد گرفت هر کس میخواد با انتقال جرم آشنا بشه، پدیده های انتقال رو باید بشناسه. واسه همین اولین کاری که میکنیم یک توضیحات خیلی مقدماتی و کاملا بر اساس یه سری تعاریف بدون وارد شدن به روابط ارائه میکنیم. پدیده های انتقال رو بررسی میکنیم که میدونیم شامل سه پدیده مختلفه: انتقال اندازه حرکت، انتقال انرژی و انتقال جرم، که ما توی این دوره روی انتقال جرم قراره صحبت بکنیم. تو سه تا سطح مختلف هم این پدیده های انتقال رو توی این فصل ما یک بررسی مقدماتی خواهیم داشت: سطح مولکولی، سطح میکروسکوپیک و سطح ماکروسکوپیک. حالا توضیح میدم منظورم از این مباحث چیا هست. یادتون باشه که بسیاری از فرایندهایی که در اطراف ما اتفاق میفته، فرایندهایی که تو رشته های مختلف مهندسی دیده میشه، حالا به ویژه رشته مهندسی شیمی و البته سایر رشته ها، مهندسی مکانیک، مهندسی نفت، مهندسی کشاورزی و مهندسی داروسازی و خیلی رشته های دیگه، یک سری فرایند هایی دارن که بر اساس پدیده های انتقال پیش میرن. این اتفاق تو رشته های دیگه هم میفته، تو رشته های زیست شناسی، تو علم مواد، تو شیمی و جاهای دیگه هم اتفاق میفته. یعنی به عبارت دیگه بسیاری از فرایند هایی که داره توی این مباحثی که خدمتتون گفتم اتفاق میفته، لازمه فهمیدنش اینه که درک درستی از پدیده های انتقال داشته باشیم، یا ترانسپورت فنومن. که حالا پدیده های انتقال چیا هستن، چه دستبندی دارن، به چه صورت هستن، قرار در موردشون با هم صحبت بکنیم. اولین پدیده‌ای که میخوام در موردش با شما صحبت کنم که یکی از پدیده های انتقال طبقه بندی میشه، انتقال جرم. انتقال جرم همونطور که از اسمش معلومه با انتقال جرم یا انتقال مول مواد سر و کار داره. ما خیلی وقتا برامون پیش میاد که حالا این مثال، این عکس صرفا یک نمونه است، برامون خیلی وقتا پیش میاد که میبینیم که غلظتی، مادهی، مولی از یک جایی به جای دیگه منتقل میشه. میتونه این انتقال توی یک فاز صورت بگیره یا نه، توی چند تا فازی که در مجاورت هم هستن موادی رد و بدل بشه، که مصداق خیلی بارزش در بسیاری از دستگاه های جداسازی ماست. دستگاه های مثل برج تخدیر، مثل برج جذب، حتی برج قشا و سایر دستگاه هایی که به هر دلیلی، به هر طریقی مولکول هایی از غلظت بیشتر، از پتانسیل بیشتر میرن به سمت غلظت کمتر. این اتفاق تحت عنوان پدیده ای هست به اسم انتقال جرم، که روابط مختلفی نحوه توزیع غلظت، نحوه حرکت مولکول‌ها، مقدار غلظت و مول یا جرم جابجا شده رو برای ما حساب می‌کنه، که همه این بحث‌ها تحت عنوان انتقال جرم مطرح میشه یا ماس ترانسفر مطرح میشه، که البته ما قراره تو این دوره تو همین فضا با هم صحبت کنیم، البته یه مقداری در لول انتقال جرم پیشرفته. پدیده دیگه‌ای که وجود داره و تحت عنوان پدیده انتقال تلقی میشه، انتقال حرارت یا انتقال گرماست، یا هیت ترانسفر،
که همونطور که از اسمش معلومه با انتقال انرژی یا گرما سر و کار داریم ما تو این پدیده. بسیاری از اتفاقاتی که باز در اطراف ما صورت میگیره با این پدیده توجیه میشه. هر جا از یک جایی که دماش بیشتره و یه جورایی شاید انرژیش بیشتره، انرژی منتقل میشه به یه جای دیگه، این پدیده حضور داره و روابط این پدیده حاکم هستن. مثل اینکه شما یک لیوان چای داغ رو توی اتاق میذارید و به مرور این گرماش رو از دست میده. مثل اینکه از روی زمین از یک جای گرم هوا منتقل میشه به سمت بالا و به سمت جای سرد میره. مثل اینکه نور آفتاب که به ما گرماش رو میتابونه با مکانیزمی که به ما میرسونه، اینا همه تحت عنوان انتقال انرژی یا انتقال گرما صورت میگیره که یکی از پدیده های انتقال تلقی میشه. پدیده سومی که این سگانه رو تکمیل میکنه انتقال اندازه حرکت یا انتقال مومنتوم که توی فضای دینامیک سیالات مطرح میشه. تمام اتفاقاتی که به محاسبات مربوط به تغییر فشار، تغییر نیرو، انتقال اندازه حرکت از یک جای به جای دیگه مطرح میشه تو این دستبندی قرار میگیره که ما معمولاً مباحث این دسته سوم رو تو درس‌های مکانیک سیالات و درس‌های شبیه اون مطالعه کردیم. بین این ست‌ها تمایزی نمیشه قائل شد بگیم کدومشون کاربردی‌تره، کدومشون بیشتر دیده میشه. اصلا این مقایسه درستی نیست. نه تنها مقایسه درستی نیست، بلکه اصلا خیلی وقت این ست‌ها رو باید با هم دید، یعنی اصلا جدا نیستن. البته ما توی این دوره تمرکز اصلیمون روی بحث انتقال جرم هست که قطعا مطمئن باشید که خیلی وقتا لازم داریم که یک فهم درستی از سایر پدیده‌های انتقال هم داشته باشیم تا بتونیم یک مفهومی تو انتقال جرم متوجه بشیم. به عبارت دیگه هر سه پدیده رو دوستان اگه بخوایم واقعی با هم صحبت کنیم باید همیشه با هم بررسی کنیم، یعنی همونطور که خدمتتون گفتم تک تک دیدنشون خیلی به واقعیت نزدیک نیست. چرا؟ چون در قالب فرایندهایی که ما میبینیم این سه پدیده با هم رخ میده. مثلا وقتی شما همون مثال برج تختی رو اگه برگردیم بخوام باهاتون صحبت کنم، توی مثال برج تختی درسته که چیزی که شاید بیشتر به چشم میاد تغییر غلظت و تغییر خلوص مواد و تحت فضای انتقال جرم بیشتر مطرح میشه، اما توی برج تختی انتقال گرما هم داریم از جایی که دماش بیشتره به جایی که دماش کمتره. گرمایی رد و بدل میشه که شاید تبخیری صورت بگیره، شاید میعانی صورت بگیره و در ازای این اتفاق انتقال جرمی صورت بگیره و همزمان تغییر فشار و تغییر مومنتومی داریم، یعنی همه این ستا با همه. یا توی مثال راکتور رو شما تصور بکنید، به راکتور ضمن اینکه غلظت کم و زیاد میشه و جرم جابجا میشه، یعنی انتقال جرم رو بعد بررسی بکنید، همزمان داره گرمایی رد و بدل میشه، حالا واکنش ممکنه گرمازو یا گرماگیر باشه و باید انتقال گرما رو بررسی کنیم و همزمان ممکنه که بحث مومنتوم مطرح بشه. خلاصه این سه تا پدیده با هم رخ میدن و باید با هم بررسی بشن. خب این یه دلیل برای اینکه این سه تا رو با هم بررسی بکنیم، یعنی اینکه خب در واقعیت اینه که این اتفاق با هم میفته. ما اگه بخوایم دلیل دیگری برای این قضیه بیاریم اینه که اساساً معادلاتی هم که این سه تا پدیده رو توصیف میکنن به طرز عجیبی خیلی شبیه همن و به هم مربوطن. یعنی ما در ادامه اگر یک رابطه‌ای به دست بیاریم مثلا برای نفوذ و توی فضای انتقال جرم ازش استفاده می‌کنیم، شبیه همون معادله توی انتقال حرارت وجود داره و اتفاقا شبیه همون معادله توی انتقال مومنتوم دیده میشه. یعنی معادلات پایه‌ای که این سه پدیده رو با هم توصیف می‌کنن به طرز جالبی شبیه هم هستن و این باز دلیل دیگری می‌شود که این سه پدیده رو باید با هم بررسی کرد. البته یادتون باشه این شباهت روابط که بین این سه پدیده وجود داره تحت عنوان یک موضوعی به اسم موضوع قیاس یا آنالوژی یا تشابه مطرح میشه که اساساً از این تشابه استفاده میشه به نفع توسعه روابطمون. یعنی ضمن اینکه میدونیم با هم مشابهن، ما از این تشابه استفاده میکنیم. خیلی وقتا یک پدیده رو توی فضای انتقال جرم بررسیش میکنیم و از رابطه‌ای که به دست میاد با یک مشابه سازی استفاده میکنیم فضای انتقال حرارت و پدیده دیگری رو توصیف میکنیم که تحت عنوان آنالوژی یا تشابه یا قیاس مطرح میشه. دلیل دیگری که این سه پدیده رو باید با هم بررسی کرد
بریم تو فضای مولکول، بریم توی مقیاس مولکول، از این فضا با هم بحث کنیم. همه مواد از مولکول ساخته شدن، اینو که میدونیم. اساس پدیده های انتقال رو هم مکانیسم های مولکولی تشکیل میده، یعنی ساختار مولکول ها و نیروهای بین اونها تعیین کننده خواصی هستند و واقعیت هایی هستند که در هر سه پدیده دیده میشه. و این باز دلیل دیگری است که ما این سه پدیده رو باید با هم ببینیم. یعنی شما وقتی که دارید در مورد انتقال جرم صحبت میکنید، از حرکت مولکول ها و رد و بدل شدن در واقع غلظتی که از یک جای به جای دیگه میرسه ساری صحبت میکنید و پارامترهایی که تو اون فضا وجود دارن، مثل ضریب انتقال جرم، مثل ضریب نفوذ، مثل دانسیته، مثل پارامترهای دیگه که این وسط مطرحه، همه اینا به مولکول و ساختار مولکولی برمیگردن. و دقیقا مشابه همین فضا وقتی دارید تو فضای انتقال حرارت صحبت میکنید، ضریب رسانش، ضریب انتقال حرارت، روابطی که تو اونجا هستن، باز هم بر مبنای ساختار مولکولی و نیروهای بین مولکولی و تبادل انرژی بین مولکولها هستن. و چون همه مواد هم از مولکولها ساخته شدن و این مولکول بچه مشترک این سه تا پدیده است، باز این دلیل دیگری میشود برای اینکه این سه پدیده رو باید با هم بررسی. خب حالا ما از بررسی که داریم صحبت میکنیم، چه تو فضای انتقال جرم، چه فضای انتقال حرارت، چه انتقال مومنتوم، یا به عبارت دیگه کلن تو فضای پدیده های انتقال، ما تو سه تا سطح میتونیم روابط، مفاهیم و واقعیت هایی که اتفاق میفته رو بررسی کنیم. یکی سطح ماکروسکوپیکه که بزرگترین سطح ممکنه از نظر مقیاس، یکی سطح میکروسکوپیه یه مقداری کوچیکتر، و یکی سطح مولکولی که دیگه ریزترین حالت ممکن. حالا بخوام اینا رو توضیح بدم منظور چیه. ما توی سطح ماکروسکوپیک موازنه هایی که مینویسیم تو فضای ماکروسکوپیکه و خیلی بنا نداریم، یعنی هدفمون این نیست که بخوایم به جزئیات سیستم وارد بشیم، و مقیاس های طولی که تو این سطح معمولا وجود دارن از سانتیمتر تا متر هستن. و شما مثلا فرض کنید که میخواهید راکتور رو بررسی بکنید و موازنه جرم یا حرارت براش بنویسید. اگر سیستم و کل راکتور ببینید و ورودی خروجی رو در نظر بگیرید، یک مقیاس ماکروسکوپیک دارید میبینید. و قاعدتا با این مقیاس و روابطی که بر اساس این مقیاس نوشته میشه، نمیتونید توی فضای جزئیات مولکولی سیستم وارد بشید. سطح بعدی ما سطح میکروسکوپیکه یا میکروسکوپیه که یه مقدار کوچیک‌تر میشه و ما رو میرسونه به معادلات تغییر یا equation of change. حتما با اینا آشنا هستید، که البته ما تو این دوره هم تو فضای انتقال جرم خیلی در موردشون صحبت میکنیم. تو این فضا که از سطح قبلی، بهتر بگم تو این سطح که از سطح قبلی یه مقدار کوچیک‌تره و مقیاس‌های ما از میکرون تا سانتی متر هست، یه لول میفته مقیاس‌های بررسیمون و مقدار انگار عینک می‌ذاریم چشممون و دقیق‌تر بررسی می‌کنیم، ما رو میرسونه به توزیع دما، توزیع غلظت، توزیع سرعت، توزیع فشار توی اون سیستمی که دارید بررسی میکنید. و اگر باز ریزتر بشیم، میریم تو مقیاس مولکولی که ما تو این فضا دیگه به دنبال جزئیات بسیار ریز و البته رسیدن به مکانیسم هایی هستن که وجود دارن. با چه مکانیسمی این اتفاق افتاده، این انرژی از اونجا جابجا شده، این غلظت جابجا شده. دیگه این بخوای به این سوالا جواب بدی، بعد سطح بررسی تو ببری تو فضای مولکولی که دیگه یه مقداری فضا میشه فضای شیمیدان‌ها و فیزیکدان‌ها. ما مهندسین قطعا از این سطح استفاده میکنیم، ولی یادتون باشه خیلی سطح ریز و با مقیاس نانومتر حتی هست. یادتون باشه این دسته‌بندی که من انجام دادم سطح بررسی ماست، نه چیزی که واقعیت داره. واقعیت اینه که همه اینا با همن، یعنی شما به یک سیستمی که داری نگاه میکنی بسته به عینکی به چشمت میزنی، ممکنه ماکروسکوپیک ببینی، ممکنه میکروسکوپیک ببینی، ممکنه مولکولی ببینی. سطح بررسی منه، نه از هم نمیتونیم جدا کنیم در واقعیت، صرفا نوع نگاهمونه که البته با همین سطح بندی میتونیم روابط مختلفی به دست بیاریم، اهداف مختلفی رو تو هر سطح بررسی کنیم و البته از محاسباتی که تو هر سطح به دست میاریم تو سطح دیگر قطعا استفاده میکنیم. اگه بخوام یه مقداری بیشتر توضیح بدم این سه تا بحث رو، میتونیم به این جمله مراجعه بکنیم: خواص انتقال در مقیاس مولکولی توصیف میشوند، در سطح میکروسکوپیک به کار میروند و معادلات سطح میکروسکوپیک در سطح ماکروسکوپیک به کار گرفته می شود. این جمله‌ای که الان شما دیدید، این پاراگرافی که دیدید،
سفریه که ما از مقیاس مولکولی به مقیاس ماکروسکوپیک در عمل میکنیم. یعنی توی مقیاس مولکولی خواص انتقال و مکانیسم ها رو بررسی میکنیم، بعد یه لول میایم بالا بر اساس چیزی که تحلیل کردیم و مکانیسمی که فهمیدیم، روابطی تو سطح میکروسکوپیک توسعه میدیم و از اون روابط تو سطح ماکروسکوپیک تو موازنه های کلیمون استفاده میکنیم و میتونیم یک سیستمی رو با دقت بالایی تحلیل و بررسی بکنیم. اساسا ترتیب تدریس ما هم توی فصلهایی که در ادامه خواهید دید و البته ترتیب کتاب رفرنس اصلی ما کتاب برت هست، با همین سفر سگانه تطابق داره. یعنی در مقیاس مولکولی بحث میکنیم، روابطی تو سطح میکروسکوپیک و بعد ماکروسکوپیک میریم، هم ترتیب فصلامون هم روابطی که تو فصلها توسعه میدیم از این سطح بندی تبعیت میکنه. به عبارت دیگه اگه بخوایم جمله بالا رو حالا از اون ور بهش نگاه بکنیم، این پاراگراف هم با هم بخونیم. برای استفاده صحیح از موازنه های ماکروسکوپی ما باید اطلاعاتی درباره انتقال درون فازی و بین دو فاز داشته باشیم که اینا از چی استفاده میکنه؟ از معادلات تغییر. معادلات تغییر کجا بود؟ برگردیم عقب، معادلات تغییر اینجا بود. الان دارم از اینجا شما رو میرسونم به میکروسکوپی. یه بار دیگه با هم جمله رو بخونیم. برای استفاده صحیح از موازنه های ماکروسکوپی که ما توی مقیاس ماکروسکوپی موازنه ها رو می نویسیم، بعد از معادلات تغییر استفاده. برای استفاده از معادلات تغییر ما نیاز به خواص انتقال داریم. نیاز به خواصی مثل ضریب نفوذ، ضریب رسانش و چیزایی که تو مقیاس مولکولی تحلیل و تعریف میشن داریم که توسط نظریه های مولکولی مختلف توصیف میشوند. بنابراین به نظر میرسد بهتر باشد که کار را از سطح مولکولی آغاز کنیم، یعنی اینا همه این بحثا به سطح مولکولی وابستن، و بعد سیستم رو بزرگتر و بزرگتر کنیم تا به دیدگاه ماکروسکوپیک برویم. ما برای اینکه موازنه هامون رو تو این مقیاس بنویسیم، قبلا باید تحلیل هامون رو تو مقیاس مولکولی کرده باشیم، خواص رو به دست آورده باشیم، روابط توسعه داده باشیم، معادلات تغییر رو به دست آورده باشیم و بیام از اون استفاده کنیم تو مقیاس ماکروسکوپیک و بتونیم سیستممون رو که یک راکتور مثلا در مقیاس ماکروسکوپیک که یک برج یک مخزنه رو بررسی بکنیم و تحلیل بکنیم. نکته خیلی مهمی که باید توجه بکنید ضمن اینکه ما این سطح بندی رو انجام دادیم، اما روابط همعرض و مشابهی در هر سه سطح وجود داره. به عبارت دیگه در هر سه سطح قوانین پایستگی یا قوانین پیوستگی که اصلی ترین قوانین ما هستن نقش بسیار مهمی داره. فقط شما سطح بررسید متفاوت میشه. یعنی همین سطح مولکولی که شکل سمت راست داره نشون میده قوانین پایستگی و پیوستگی وجود داره. تو سطح میکروسکوپی که یک جزء حجم الان اینجا براتون گرفتم و دارم مثلا موازنه می نویسم، موازنه جرم، حرارت، کماکان، این قوانین پابرجا هستن. و اگر تو سطح ماکروسکوپیک هم ببینیم که یک راکتوریه که یه ورودی خروجی داره، بازم این قوانین صادقن. یعنی حالا این دفعه از چپ بیان براست، یعنی وقتی که من یک راکتور دارم یا یک مخزن همزندار دارم، مثلا بیایم فضای جرم با هم فقط صحبت بکنیم، قانون پایستگی جرم اینجا برقراره. ورود، خروج، تولید، مصرف، تجمع، میتونم موازنه بنویسم. عینکمو بردارم، عینک ریستری بزنم، جزء حجم بگیرم تو این فضا باز صحبت کنم، باز اینجا هم که حالا فرض کنیم مکعبی شکل باشه، از هر وجه اگر چیزی وارد میشه باید به همون اندازه خارج بشه، تولید بشه و تجمع صورت بگیره و این ترم، این جملات توی موازنه باید دیده بشن. و اگر بازم ریزتر نگاه بکنم به یک مولکول هایی که تو این فضا وجود دارن، باز هم قوانین پیوستگی یا پایستگی یا قانون بقای جرم، بقای انرژی و اینا همه حضور دارن و اتفاقا به ما کمک میکنه که به راحتی بین این سه سطح اشتراکاتی برقرار کنیم و اصلا همین اصل سفر ما از یک سطح به سطح دیگری است و این کمک میکنه به ما بتونیم تحلیل هامونو از کوچکترین مقیاس تا بزرگترین مقیاس داشته باشیم و به هم گره بزنیم. خب دوستان، این شد یک توضیحاتی در مورد پدیده‌های انتقال و سطوح بررسی پدیده‌های انتقال و ذهنیتمون آماده است و این سه شکل عملا خلاصه ای از حرفایی که من تا الان به شما زدمه. ما تو این سه تا شکل هم سه تا سطح بررسی رو میتونیم ببینیم، هم حتی سه تا پدیده‌ای که وجود دارن، جرم، حرارت و مومنتوم، با هم میتونیم تو این اشکالی که ملاحظه میکنید به راحتی درک کنیم و تحلیل بکنیم.
این مقدمه ای شد برای اینکه ما ذهنمون آماده بشه که انشالله دیگه از فصل آینده تمرکز اصلیمون روی انتقال جرم میذاریم و روابط اون از مباحث مقدماتی شروع میکنیم تا برسیم به مباحث پیشرفته و روابطی که پیشرفته تر و کاربردی تر. خب تو فصل گذشته ما در مورد پدیده های انتقال و اینکه در سیستم های واقعی همه پدیده ها رو معمولا با هم داریم صحبت کردیم. البته تمرکز اصلیمون روی بحث انتقال جرم. تو درس دوم میخوایم ابتدایی ترین مفاهیم در مورد انتقال جرم رو با هم مرور کنیم. اول در مورد نفوذ و مفهوم صحبت میکنیم. نظریه هایی که وجود داره برای محاسبات ضریب نفوذ و روابطی که برای محاسبات نفوذ داره صحبت میکنیم و مکانیزم انتقال جرم رو یک دوره خواهیم کرد تا عملاً بتونیم آماده بشیم برای محاسبات پیشرفته تر. بنابراین این درس شامل این عناوین خواهد بود. اول در مورد نفوذ مولکولی و قانون فیک که به کمکش ما میتونیم محاسبات مربوط به نفوذ رو انجام بدیم صحبت میکنیم. بعد از اون در مورد یک پارامتر خیلی مهم که توی قانون فیک وجود داره، اونم ضریب نفوذه، صحبت میکنیم که نشون میدیم به کمک نظریه های مختلف و روش های مختلف تئوری و تجربی میشه این ضریب رو حساب کرد. و بعد از اون هم روابط اصلی انتقال جرم که شامل مکانیزم های نفوذ و همرفتی هستن رو صحبت خواهیم کرد. اولین چیزی که باید بدونیم اینه که به طور کلی نفوذ چه معنی میده و تعریف نفوذ چیه. انتقال مولکولی یک ماده نسبت به ماده دیگر رو ما نفوذ مینامیم. البته اسمای دیگه ای هم داره، نفوذ جرمی هم بهش میگن، نفوذ غلظتی هم بهش میگن، نفوذ عادی هم میگن. یادتون باشه ما توی پدیده های دیگه مثل حرارت و اندازه حرکت هم مفهوم نفوذ رو داریم، واسه همین بهتره بگیم منظورمون چیه، نفوذ جرمیه، نفوذ غلظتی یا نفوذ حرارتی. اما معمولا کلمه نفوذ تنها رو هم استفاده میکنن. پس اگر یک ماده ای نسبت به ماده دیگه توی مخلوطی انتقال انجام بده و از یک جای به جای دیگه بره، حالا به دلایل مختلف که فعلا ما فقط بحثمون دلیل غلظتیه، اختلاف غلظته، به این میگن نفوذ. اگه بخوام روی یک شکلی به شما نشون بدم، اگر تصور کنید که در زمان کمتر از صفر، یعنی قبل از بررسی ما، پروفایل غلظت یک ماده که ما W رو غلظت کسر جرمی میدونیم که نماینده ای از غلظت، به این صورت باشه، تغییر نکرده باشه، و از یک جایی در لحظه صفر ماده آ شروع کنه به نفوذ کردن، بعد از اینکه مقداری میگذره پروفایل غلظتی ایجاد میشه که در یک جای غلظت ماده آ بیشتره، در یک جای کمتره، و یک تغییراتی ما داریم، حالا چه خطی چه غیر خطی. یعنی عملا با گذشت زمان توزیع کسر جرمی به وجود میاد و چون که کسر جرمی داره تغییر میکنه نفوذ داریم، و چون نفوذ داریم کسر جرمی داره تغییر میکنه، و بعد از اینکه فرصت کافی بهش بدیم ممکنه به چنین پروفایل استدی استیتی برسه، تی های خیلی بزرگ، و عملا یک پروفایل خطی مثلا ایجاد میشه که در یک قسمت غلظت ما بالاست، در یک قسمت غلظت ما پایینه، و بینابینش هم اختلافی وجود داره، و این خودش تحریکیه و علتیه بر انتقال یک مولکول از یک جا به جای دیگه. یعنی پروفایل غلظت باعث انتقال جرم میشه. یادتون باشه که وقتی که انتقال جرم صورت میگیره یا نفوذ صورت میگیره، از اونجایی که دوتا ماده وزن مولکولی های متفاوت دارن، قاعدتا مرکز جرم به طور موضعی با نفوذ بیشتر جابجا میشود، چون که وقتی یک ماده از یک جای به جای دیگه حرکت میکنه، غلظت یه قسمت نسبت به جای دیگه تغییر میکنه، و از اونجایی که وزن مولکولی مواد هم با هم یکسان نیستن، بنابراین مرکز جرم میتونیم انتظار داشته باشیم جا به جا بشه. خب حالا این شد از مفهومش و تغییری که ایجاد میکنه. چجوری میتونیم حسابش بکنیم؟ در شرایط پایا جریان جرمی ماده آ در جهت وای مثبت طبق شکل قبلی با تقریب خوبی توسط این رابطه به دست میاد. اگر شما بخواید میزان جرمی که جابجا شده تقسیم بر واحد صد، که عملا واحد سمت چپ ما میشه مثلا کیلوگرم بر زمان بر صد، بخوای اینو حساب کنی، این متناسب با حاصل ضرب دانسیته ضریب نفوذ و اختلاف غلظتی که وجود داره در اون فاصله
مکانی که با هم دیدیم. فاصله ضرب این ستا به ما میزان جرم منتقل شده از واحد سطح رو نشون میده که اگر بخوایم این رابطه رو به صورت دیفرانسیلی نشون بدیم که با جی آوای نشون میدن، یعنی نفوذ ماده آ در جهت وای که صورت دیفرانسیلی رابطه بالاست، میشه منفی رو دی آبی دی دبلیو آب دی وای. علت اینم که اینجا منفی گذاشتیم چون این گرادیان خودش منفیه، چون قاعدتا مواد به سمتی نفوذ میکنن که غلظت کمتری وجود داره، یعنی دی دبلیو به دی وای قاعدتا منفیه و یه منفی هم پشتش میذارن تا در نهایت عبارت ما مثبت بشه. این میشه رابطه‌ای که ما میتونیم حساب بکنیم برای محاسبه نفوذ. اسم این رابطه چیه؟ این همون قانونه، البته قانون اول نفوذفی که حالا قانون دومش هم بعداً خواهیم دید تو شرایط ناپایا تعریفش میکنن. قانون اول نفوذ فیک البته تو حالت تک بودیش به این صورت میشه که اگر بخوایم برای چند بودیش بنویسیم به این صورت نوشته میشه که میشه منفی رو دی آبی دیورژانس دبلیو آ، یعنی میشه روند دبلیو به روند ایکس علاوه روند دبلیو به روند وای علاوه روند دبلیو به روند زد. حالا ما توی شکل قبلی و بررسی اولیه‌مون فقط یک جهت رو گرفتیم، ولی واقعیت اینه که تو سه بعد ما میتونیم نفوذ داشته باشیم و این هم میشه صورت برداری قانون فیک. هر سه جهت رو توش داریم میبینیم. پس این رابطه یکی شاید اصلی ترین رابطه انتقال جرمه که به کمکش نفوذ رو حساب میکنن و به قانون فیک معروفه. خب یه چند تا نکته با هم بررسی بکنیم قبل از اینکه ادامه بدیم. ضریب نفوذی که ما با هم دیدیم توی رابطه قبلی که با دی نشونش دادیم که خیلی قرار در مورد صحبت بکنیم، به طور کلی تابعی از دما، فشار و ترکیب سیستم. یعنی با تغییر دما تغییر میکنه، چون تغییر دما حرکت مولکول ها رو جابجا میکنه، قاعدتا نفوذت هم تغییر میکنه چون نفوذ به حرکت مولکول ها وابسته است. فشار هم به همین ترتیب، ترکیب سیستم هم بسیار تاثیرگذاره تو این قضیه. البته در مورد گازها اونم تو چگالی پایین، یعنی فشار کم که حجم بالاست و چگالی پایینه، میتونیم تقریبا بگیم که ضریب نفوذ مستقل از غلظت و ترکیب سیستم و بیشتر منظورم غلظته، مستقل از اینه و فقط تابع دما فشار در مورد گاز ها. ولی در مورد مایعات دیگه چنین چیزی نیست و غلظت خیلی خودشو وارد بازی میکنه. حالا تو روابطی که انشالله مرور خواهیم کردین و خواهیم دید، با افزایش دما هم به طور کلی ضریب نفوذ افزایش پیدا میکنه. همچنین برای یک مخلوط دو جزئی ما میتونیم به راحتی اثبات کنیم تحت شرایطی دی آبی با دی بی آ برابره، یعنی وقتی از ضریب نفوذ ماده آ در بی صحبت میکنیم مقدارش همون ضریب نفوذ مقدار بی در آست که اینو میشه به راحتی برای روابطمون البته تحت فرضیاتی اثبات کرد. خب ما بحثی که قرار در مورد نفوذ انجام بدیم و اینه که بحث ما فعلا نوعی از نفوذ است که به دلیل گرادیان غلظت در سیستم رخ میدهد و خدمتتونم گفتم بهش میگن نفوذ غلظتی یا نفوذ عادی بهش میگن. یعنی دلیل نفوذی که ما داریم بررسی میکنیم و قانون فیک هم دقیقاً داره همین حرف ما میزنه، گرادیان غلظت، همون دی دبلیو به دی وای. اما یادتون باشه، اینو لااقل فعلا تو گوشه ذهنتون باشه، حالا بعداً در مورد صحبت میکنیم، انواع دیگری از نفوذ هم ما داریم، یعنی به دلایل دیگر هم نفوذ اتفاق میفته که کاری هم به گرادیان غلظت ندارن. یک، نفوذ واداشی و نفوذ اجباری. ممکنه انتقال مولکول از یک جا به جای دیگه که تعریف نفوذه به دلیل نیروهای خارجی باشه که به صورت نامساوی بر گونه‌های شیمیایی سیستم دارن اعمال میشن. یعنی اینکه شما تصور کنید که یک نیروی مثل نیروی مغناطیسی یا هر چیزی داره برای مولکول‌های یک مخلوطی اعمال میشه و باعث تحریک ماده آ از یک جای به جای دیگه میشه، خب اونم باعث نفوذ میشه و گرادیان غلظتی هم وجود نداشته اما انتقال مولکول داریم، به این میگن نفوذ واداشته. دلایل دیگر هم هست، مثلا نفوذ فشاری داریم که به دلیل گرادیان فشار، یا نفوذ گرمایی داریم که به دلیل گرادیان دماست، یعنی به خاطر اینکه داره انتقال حرارت صورت میگیره نفوذی هم در پی خودش میاره. اینا دلایل دیگری هستن که برای نفوذ مطرح میشن و ما فعلا تنها دلیل نفوذ رو گرادیان غلظت مینامیم و میدانیم و قانون فیک به ما کمک میکنه که میزان نفوذ رو حساب کنیم.
قاعدتا اگر دلایل دیگه وارد بازی بشه باید رسما در مورد صحبت بکنیم و البته روابطی هم براش باید بیان بکنیم. از اینجا به بعد یه مقداری در مورد روابط با هم بیشتر صحبت بکنیم. رابطه ای که برای جی من به شما گفتم که گفتیم میشه منفی رو ضرب در ضریب نفوذ ضرب در گرادیان غلظت، یعنی دی دبلیو آب دی وای، خب اون قانون فیکه. اما رابطه کلی که وجود داره به کمکش میشه نفوذ رو حساب کرد که البته نمیتونیم بریم خیلی سمتش، این رابطه است منفی رو ضرب در دبلیو آ ضرب در وی آوای منهای وی وای. ببینید واقعیت نفوذ اینه که اگر ما اصلا کاری به قانون فیک نداشته باشیم و حتی فکر کنید اصلا هنوز قانون فیکی وجود نداشته و هنوز آقای فیک قانون فیک رو ارائه نکرده، واقعیت اینه که ما به کمک این رابطه قاعدتا باید نفوذ رو حساب بکنیم دیگه. این تو این رابطه رسما داره نفوذ رو به صورت یک پرانتز نشون میده. چرا یک مولکول نسبت به یک مخلوطی تمایل داره حرکت کنه؟ چون سرعتش نسبت به سرعت متوسط مخلوط متمایزه و متفاوته. این مثال خیلی معروفش تو اینجا حرکت ماهیاست تو رودخونه. رودخونه ما یک سرعتی داره، حالا بیشتر آب اطراف ماهی رو دارم میگم، و خود ماهی هم یه سرعتی داره. اختلاف اینا باعث میشه که یک نفوذی از یک جای به جای دیگه توسط ماهی صورت بگیره. حالا شما ماهی و مولکول تصور کنید و اون مخلوط آبی رو مخلوط مواد خودتون تصور کنید. پس این کمتر بودن یا بیشتر بودن سرعت مولکولی ماده آ نسبت به سرعت مخلوط رو ما میتونیم اختلافش رو ضرب در این عبارت کنیم و به نفوذ برسیم. و یادتون باشه این رابطه درسته که واقعیت داره، اما ما به کمک قانون فیک این عبارت رو پیدا میکنیم، یعنی این عبارت متناسب با رو دی و گرادیان غلظت. یعنی اگر تنها دلیل گرادیان غلظت باشد پس این اختلاف به خاطر گرادیان غلظت است و اون قانون فیکی که با هم دیدیم جایگزین این رابطه میشه. همینطور میشه نشان داد که جمع نفوذها با هم صفر میشه، یعنی نفوذها منفی همدیگه هستن و جمعشون صفر میشه. ما از همین رابطه میتونیم ادامه بدیم و به این نتیجه برسیم که دی بی آ با دی آ بی برابره. این هم دوتا رابطه که داریم مرور میکنیم با هم. خب در ادامه میخوام در مورد چی صحبت کنم؟ ضمن اینکه روابط رو داریم مرور میکنیم یادمون باشه مهمترین رابطه ما قانون فیکه که این رابطه رو مساوی قرار میدیم با منفی رو دی آبی روند دبلیو به روند ایکس، حالا در جهات دیگه هم میشه گفت. و از اونجایی که مهمترین پارامتر توی قانون فیک ضریب نفوذه، بیایم امروز در مورد ضریب نفوذ بیشتر صحبت بکنیم. ضریب نفوذ جرمی، ضریب نفوذ گرمایی و ضریب نفوذ اندازه حرکت همگی هم بعد هستند. این اولین نکته که میخوایم بگیم. ضریب نفوذ جرمی که با دی نشونش میدن تو پدیده های مختلف توی انتقال حرارت، انتقال مومنتوم هم یک پارامتر متناظر داره که به اسم ضریب نفوذ گرمایی و ضریب نفوذ اندازه حرکت میشناسنش، که همشون هم همبعدن. یعنی اگر ما بخوایم در مورد ضریب نفوذ جرمی صحبت کنیم در مورد دی داریم صحبت میکنیم، اگر در مورد ضریب نفوذ گرمایی بخوایم صحبت کنیم در مورد آلفا داریم صحبت میکنیم، و اگر در مورد ضرب نفوذ اندازه حرکت بخوایم صحبت کنیم در مورد نو صحبت میکنیم، که همشون هم بودن و میتونیم با تقسیمشون اعداد بدون بود بسازیم. پس اولین چیزی که یاد بگیریم کاربرد ضرب نفوذ جرمی تو ساخت اعداد بدون بودیه که عملا حاصل تقسیم پدیده های مختلف رو نشون میده. به عبارت دیگه این اعداد بدون بود برای سیستم هایی که در آن پدیده های انتقال با هم حضور دارند تعریف میشه و عملا داره رقابت بین پدیده ها رو نشون میده. مثلا عدد بدون بود پرنتل که حاصل تقسیم نو به آلفاست، یعنی ضریب نفوذ اندازه حرکت به ضریب نفوذ گرمایی، رقابت بین دو تا پدیده انتقال حرارت از طریق نفوذ و انتقال اندازه حرکت رو از طریق نفوذ به ما میده و میتونیم با تقسیم این دوتا بدونیم که کدوم پدیده تو رقابت برنده شده و سهم بیشتری داره. عدد اشمیت ما داریم که حاصل تقسیم نو ضریب نفوذ اندازه حرکت به ضریب نفوذ جرمیه و رقابت بین انتقال جرم و انتقال اندازه حرکت نشون میده. و همینطور عدد بدون بود لوئیس که حالا به هر دو صورت تعریف میشه حاصل تقسیم به آلفا بر دی آبیه. پس ما از دی آبی میتونیم کمک بگیریم و هم تو قانون فیک نفوذ رو حساب کنیم، هم اعداد بدون بودی بسازیم که نماینده‌ای باشن از رقابت بین پدیده‌های انتقال. حالا چجوری میتونیم حسابش کنیم این دیو؟
این دیگه اینقدر مهم و با اهمیته، چجوری میتونیم حسابش بکنیم؟ نظریه های مختلف میخوام دوستان بهتون بگم که به کمکش بتونیم ضریب نفوذ رو حساب بکنیم. قبل از اینکه تک تک روابط رو بررسی کنیم، یه توضیح کلی خدمتون بدم. ببینید، ما به کمک نظریه های مختلف میایم دی رو حساب میکنیم و البته هر کدوم تو شرایطی استفاده میشن. مثلا یه نظریه برای گاز هاست که الان دارید کشو میبینید، یه نظریه برای مایعات، یه نظریه بیشتر برای پلیمرها استفاده میشه، بعضی هم هستن شاید برای اکثر سیالات استفاده بشه. بحث بعدی اینه که نظریه ها و رابطی که وجود داره هر کدوم توی شرایطی تعریف شدن. مثلا یک رابطه میبینید که فقط توی دماهای بالا دقت خوبی میده، تو دماهای پایین دقت قابل ملاحظه به ما نمیده. و بحث بعدی این که هر کدوم هم بر مبنایی ارائه شدن. بعضیا کاملا تئوری ان که البته معمولا تجربه دخیله، بعضیا کاملا تجربی ان و اکثرا مخلوطی ان از داده های تجربی و نظریه های تئوری. و ما ممکنه توی شرایط خاصی مثلا فقط برای گازها تو دمای بالا چند تا رابطه ببینیم و هر کدوم هم یه دقتی دارن. علتش اینه که به دلایل مختلف و با تئوری ها و بیس های مختلف به این روابط رسیده شده. ما فعلا میخوایم اینجا فقط چند تا از این روابط معروف رو یه مرور خیلی مختصر با هم داشته باشیم که چطوری میتونیم ضریب نفوذ رو حساب بکنیم. البته قطعا دقیق ترین روش اینه که ما از تجربه استفاده خیلی حداکثری بکنیم و از داده های آزمایشگاهی تا میتونیم کمک بگیریم تا دقتمون رو به حد اکثر برسونیم. اما حالا روابطی هم وجود دارن که اثبات شدن، امتحانشون رو پس دادن و با دقت خوبی به ما ضریب نفوذ رو میگن. خب پس اولین چیزی که میخوایم صحبت بکنیم در مورد محاسبه ضریب نفوذ برای گازها، اونم تو فشارهای پایین. یعنی این رابطه بیشتر برای گازها استفاده میشه و تو فشارهای پایین دقت خوبی به ما تحویل میده. از نظریه سینتیکی و یک سری استدلال‌های دیگه تو این فضا، یعنی بیس سینتیکی داره، بیس تئوری داره، به این رابطه میشه رسید که تو این رابطه ما میتونیم حالا دی آبی رو حساب بکنیم. چیزایی که دارید میبینید خواص مواد ماست. میدونیم ما اینو از قبلش هم صحبت کردیم که ضریب نفوذ تابعی از دما، به طور کلی تابعی از فشار، تابعی از ترکیب سیستم و شرایط مواد سیستم و بعضی وقتا هم تابعی از غلظت برای مایعات و اینا. الان دارید عملا این تابعیت رو توی رابطه میبینید. یعنی این ضریب نفوذ تابعیتی از فشار داره، تابعیتی از دما داره و این چیزایی که دارید اینجا میبینید مثل فشار بحرانی، دمای بحرانی و جرم مولکولی نماینده ای از جنس مواد دیگه، نماینده ای از ترکیب سیستمه. و ما به کمک این رابطه به راحتی میتونیم دی رو حساب کنیم. مناسب برای تخمین ضریب نفوذ توی مخلوط‌های گازی تو فشارهای پایینه و توی فشار جو هم یه خطای حدود 8% میده. فقط الان بحث فقط اینه که این آ و بی رو ما باید چی بگیریم. یادتونم باشه قبل از در مورد آبی با شما صحبت بکنم، هر رابطه‌ای که میگیم حواستون به واحدهاش هم باشه. یعنی یک سری ضرایب که توی این روابط وجود داره بر مبنای اون سیستم ابعادی که از قبل تعریف شده به اون عدد رسیده شده و شما باید دقیقاً این واحدها رو رعایت کنید. اگر واحد دیگه ای بذارید غالباً ضرایبتون هم عوض میشه. خب دو تا ضریب خیلی مهم اینجا وجود داره، آ و بی، که دو حالت پیش میاد. اگر شما سیستم گازیتون زوج گاز غیر قطبی بود، البته به غیر از هلیوم و هیدروژن، مقدار آ و بی به این صورته. و اگر زوج آبیتون، یعنی زوج گازیتون که شامل آ و بیه، شامل آب و گاز غیر قطبی بود، مثلا مثل آب و متان، ما از این دوتا عدد استفاده میکنیم. پس آ و بی متغیرن بسته به ترکیب سیستم و به راحتی ما از این رابطه میتونیم استفاده کنیم برای محاسبه ضریب نفوذ. بریم شرایط دیگه. اگر مقداری فشار بالا بره و شرایط حالت مایع باشه، خب تو این حالت هم روابط و داده های مختلفی وجود داره. اول یادتون باشه رفتار مخلوط قاعدتا پیچیده تره و بیس شروع روابط ما از قضیه خودنفوذی شروع میشه. یعنی روابطی که در ادامه خواهید دید که من خیلی خلاصه وار دارم تئوری هاشو میگم، از بحث خودنفوذی، یعنی نفوذ مولکول های یه ماده تو خودش که به صورت مولکول های نشاندار نشونش میدن شروع میشه و تعمیم داده میشه برای مخلوط آبی. یه نمودار اول خدمتتون نشون بدم. نموداریه که روی محور افقیش ما دمای بحرانی و دمای سیستم رو داریم، حاصل تقسیمشون که بهش میگن دمای نقصانی یا فروکاسته یا ردیوست. چند تا
خطوط همفشار داریم که حاصل تقسیم فشار به فشار بحرانی یعنی PR های مختلف داریم و محور عمودی که اصل داستان ذریب نفوذ توش نهفته است که البته همه پارامترهای نمودار تقسیم بر حالت بحرانی دارن و محور عمودی هم همینه. حاصل تقسیم ذریب نفوذ ماست به ذریب نفوذ حالت بحرانی که الان خدمتتون توضیح میدم در ادامه. ما توی این نمودار باید دیه AA* رو حساب بکنیم و همونطور که دیدید نیاز به مقادیر دما و فشار و دما فشار بحرانی داریم که ما به کمک این رابطه میتونیم دیه AA* رو حساب بکنیم در حالت بحرانی. یه سی اینجا گذاشته در حالت بحرانی. این رابطه یه که بر اساس قضیه خودنفوذی توسعه داده شده و یه ماده‌ای مولکول‌هاشو دو دسته می‌بینیم، مولکول‌هایی که دارن نفوذ